سلام به همه موزیکبازهای خفن، چطور مطورین؟ آقا توی این ویدیو ریاکشن نداریم ولی یه سری صحبت ها داریم راجع به ریاکشن و کلن ریاکشن پاپ، رپ، چیزایی که شاید جای دیگه گفته نشده. من توی این چند روزه، توی این یکی دو هفتهی که گذشته، یه خیلی پیام گرفتم دایرکت و یه خیلی هم کامنت دیدم توی هم یوتیوب هم توی اینستاگرام که مثلا توی پیجای مختلف منو تگ میکنن که مثلا آهنگ جدید تتلو رو ریاکشن برو، آهنگ جدید آرش و مسی رو ریاکشن برو، ایوان بن ریاکشن برو، موین زد ریاکشن برو، مهدی احمدوند ریاکشن برو، فلان ریاکشن فلان. 90% خواننده های مارکتی که توش هستیم، مخصوصا پاپ، نمیشه حقیقتا. حالا چرا نمیشه؟ میخواییم توی این ویدیو راجع به این چراییه یه صحبت خودمونی انجام بدیم. بریم بیاییم. خب اول از همه بگم که من خودم دوست دارم به عنوان یه مخاطب، به عنوان یه شنونده، قوی ترین کار رو بشنوم توی مارکت، ضعیف ترین کارم بشنوم. خب تا اون ضعیفه نباشه من نمیفهمم که اون قویه چیه دیگه، و برعکس اون قویه نباشه من نمیفهمم اون ضعیفه چیه. درست گفتم؟ امیدوارم که درست گفته باشم. یکی از دلایلی که من اومدم پاپ ریاکشن کردم همین بود. اوایل یادتون باشه پارسال، یکم بیشتر از پارسال، از اینکه الان 2 سال داره میشه دیگه این جریان ریاکشن به وجود اومده، اکثر چنل ها خوب داشتن شبیه هم پیش میرفتن، شروع جریان بود، ولی الان خدا رو شکر دیگه شبیه هم نیست هیچ کی، هر کی یه سبک جدایی رو داره پیش میگیره. اوایل خب شروع جریان بود، زیاد بلد نبودیم، اکثرا رفتن طرف رپ. من گفتم خب بیایم از یه زاویه جدیدم داشته باشیم، یه زاویه دیگه هم داشته باشیم که آقا موزیک پاپ هم بشنویم، حالا چه درست باشه چه غلط باشه. ما اگر توی پاپ 10 تا خواننده خیلی عامیانه بگم به درد نخور داشته باشیم، 2 تا خواننده درست حسابی هم توش پیدا میشه. همه این استعدادایی که یهو میان بالا همشون چرت و پرت نمیخونن، همشون با تبلیغات و اینجور چیزا شنیده نشدن، یکی توشون هم هستش که آقا ممکنه خودش واقعا استعداد داشته باشه. یه موضوع دیگه هم هستش که بخوایم واقع بینانه بگیم، پاپ ایران، سبک پاپ موسیقی ایران داره به قهقرا میره و هر چند وقت یه بار یه آهنگ میفته سر زبونا، رو موج تبلیغات میفته، دیده میشه، شنیده میشه، یه مدتی ازش میگذره، مثلا 1 ماه 2 ماه نهایتا میگذره، دیگه تموم شد، دیگه اون خواننده با همون یه آهنگ مثلا شناخته شد، آهنگای بعدیش دیگه به سطح اون آهنگش نمیرسن. اون آهنگ اولش هم نمیگم خیلی مثلا کار شاقی کرده، نه، اما با تبلیغات به هر حال یه جوری به گوش ما شنیده شده، رسیده. ولی مشکل اینجاست که ما دیگه الان مثل 10 سال پیش آهنگ ماندگار نداریم به اون صورت. ما دیگه خیلی وقت مثلا یکی مثل محسن چاوشی، محسن یگانه به وجود نیومده توی این آرتیستایی که جدیدن داریم میبینیم که مثلا آهنگ 10 سال پیششون هم گوش کنیم و لذت ببریم. الان هر کی هر چی میخونه نهایتا 1-2 ماه توی سیستما پلیه، بعدش دیگه محو میشه، فید میشه، میریم سراغ خواننده جدیدی که با تبلیغات اومده بالا، اونم باز همین روند. و بعد از 10 سال اگر بگذره، فرض کنیم 10 سال گذشته، الان سال 1410، برمیگردیم آیا اون آهنگ قدیمیه این خواننده رو بشنویم؟ الان فرض کنیم الان سال 1400، نمیدونم، خیلی از خواننده ها اصلا واقعا نمیخوام نام ببرم ولی باید نام ببرم، الان مثلا حمید هیراد آهنگاش باز مثل 10 سال قبله؟ نه. کدوم آهنگش رو شما یادتونه؟ حمید هیراد هنوزه با شوخی مگه که با موج تبلیغات اومد بالا شناخته میشه. هنوز میگن خواننده‌ای که دو تا داستان داره. من اصلا نمیخوام راجعش بد بگم، دارم صرفا میگم که قضیه چیه. 1. همین تیراد با شوخی مگه میشناسن، 2. با اون کنسرتی که داستان شد براش، یا خیلی های دیگه که مثلا هم دوره همین تیراد بودن. خب الان دیگه
دوره حمید هیراد یه جورایی میشه گفت گذشته، شنوندهش رو داره، طرفدارش رو داره، اما کیفیت کاراش مثل گذشته نیست. کاراش مثل قبل دیگه هیت نمیشه. الان مثلا یه مثال بزنیم، شادمهر کاراش 20 سال پیش هیت میشد، 10 سال پیش هیت میشد، الان هم که کار میده کم و بیش هیت میشه. محسن چاوشی 10 سال پیش کاراش هیت میشد، الان هم یه آهنگ بده باز همه گوش میکنن و تعریف میکنن، چون کیفیتش رو داره میبره بالا، چون اون استعداده رو داره. ولی خیلی های دیگه، گفتم حمید هیراد اصلا منظورم فقط اون نیست، صرفا نام بردم به عنوان یه مثال، یه نمونه، طرفداراش لطفا جلو خودشون رو بگیرن. این بده به نظر من که ما دیگه نداریم مثل اون خواننده ها. کسایی که قبل از یوتیوب با من آشنا شده باشن، یعنی من بشناسن، میدونن که من اصلا کارم با نقد موزیک شروع کردم. پیج اینستاگرام زدم، نقد میکردم، کارا رو فاکتور بندی میکردم، آقا این ترانش اینجوریه، فلان مشکل داره، فلان خوبی رو داره، ملودیش اینجوریه، تنظیمش اینجوریه، کاورش اینجوریه، اجرای خواننده اینجوریه، یه جنبندی هم میکردم. برین پستای پایین اینستاگرام منو ببینین، پستای قدیمی رو ببینین، مشخص همه چی که من چقدر با دیتیل داشتم نقد میکردم. خب اون نقده خیلی زمان بره. اوایل خواستم توی یوتیوب هم همین نقد رو انجام بدم، ولی دیدم که خب اون بازخوردی که شاید باید داشته باشه رو نداره و ویو ها اصلا خیلی پایین بود. اومدم این نقده رو چاشنی ریاکشن کردم که داشت تازه جون میگرفت و همین بد شد، چون توی ریاکشن خیلی از آرتیست ها انتظار دارن که فقط تعریف کنی، فقط تعریف کنی. خب منم که آدم همچین کاری نبودم، اومدم همون توی ریاکشن هایی که داشتم نقد کارم میگفتم، میگفتم این آهنگ فلان جاش ضعیفه. و سر همین قضیه 3 یا 4 بارم استرایک خوردم، کپیرایت استرایک خوردم توی فواصل زمانی مختلف. بعدش دیدم خب اگه من بخوام همین روند رو پیش بگیرم، خب با توجه به جنبه بالای سری از آرتیست ها یا مدیر برنامه هاشون، من چنل رو از دست میدم، چون که 3 تا استرایک بخوری چنل کلن میپره. اومدم یه روش جدید رو در نظر گرفتم که بیام آقا من باشون لینک بزنم، با مدیر برنامه هاشون لینک بزنم، با خود خواننده ها لینک بزنم، یا با پخش کننده هاشون یه توافقی بکنیم، یه اجازه ای بگیریم که آقا من میخوام از این موزیک توی ویدئویی که میخوام بسازم استفاده بکنم، اما میخوام توی حوزه نقد و بررسیش هم یه دستی داشته باشم، اگر مشکلی ندارین من این ویدئو رو میسازم. که خیلی از خواننده ها گفتن نه ببین اومدی و نسازی، تو گوش میدی باید بگی به به چهچه تموم شد رفت. نه فقط خواننده ها، مدیر برنامه هاشون، شرکت های پخششون و و و و و، یعنی کلن نقد و قبول نداشتن. یه سری از خواننده هم لطف کردن که منو پاس دادن سمت یکی دیگه، اون یکی دیگه منو پاس داد سمت یکی دیگه، اون یکی دیگه در نهایت منو پاس داد سمت یکی دیگه، و این پاسکاری اصلا تموم نمیشد. هیچ کی گردن نمیگرفت که آقا من دارم کپی رایتو میزنم. میگفتن نه این کپی رایت دیگه میخوره دیگه، چه کاریه، این اصلا دست ما نیست، یه سیستم جهانی بابا، ما دیگه نکنه این کارو. مثلا مرد بگین آقا نه ما راضی نیستیم که مثلا همچین داستانی بکنین. که خیلی از خواننده ها اومدن گفتن که نه ما مشکل داریم با این قضیه، نمیخوایم که مثلا اصلا ریاکشنی ساخته بشه. نمیدونم قضیه چیه واقعا، یعنی آرتیست مملکت، خواننده مملکت، لنگ مثلا این 4-5 دلاریه که مثلا من از یوتیوب در میارم؟ نه والا اگه اینجوریه که خب بگین ما یه گل ریزون میگن، برگ ریزون میگن، چیه؟ یه حمایتی جمع بکنیم که داستان نشه. یه سری هاشون هم گفتن اوکی، هم خواننده ها هم مدیر برنامه هاشون گفتن اوکی، منم گفتم اوکی، گفتن لینکش رو بفرست، لینک اون ویدیو رو بفرست، ما خودمون مثلا کارای کپی رایتش رو اوکی میکنیم، برمیداریم واسه چنل تو مثلا مجازش میکنیم. بعد دیدم آقا 1 هفته گذشت خبری نشد، 2 هفته گذشت خبری نشد، 3 هفته گذشت خبری نشد، 1 ماه شد، گفتم این دیگه آقا دیگه خبری نیست. این بین من یه بارم معمولا مثلا یادآوری میکردم که فلان کس، فلان آرتیست
این قضیه رو اگه فراموش کردین ممنون میشم دوباره پیگیری بکنین. و دیدم نه، بعد از یه ماه خیلی اینجوری شد که مثلا بعد از یه ماه دیدم هیچ اتفاقی نیفتاد، ویدیو رو پاک کردم، گفتم این یه ماه دیگه اصلا به درد اجازم بدن دیگه به درد من نمیخوره. موزیک و موزیک ویدئویی که میاد نهایتا دو روز میتونه جذب کنه، یعنی داغیش واسه دو روزه. تازه اگر خیلی موزیک خوبی باشه، خیلی مثلا کیفیت بالایی داشته باشه، خیلی شنیده بشه، دو روز ریاکشنش میتونه جذاب باشه. اینکه مثلا من بیام آهنگ دو هفته پیش دو ماه پیش رو تازه ویدیوشو بذارم، خب اون دیگه جذابیتی نداره برای خواننده ها، جذابیتی نداره برای بیننده ها، برای مخاطب. هدف من از این ریاکت آهنگای پاپ این بود کلن که به عنوان نماینده بی‌طرف شما خوبیا و بدیای آهنگایی که از خواننده‌های مختلف میشنویم بگیم. بالاخره این ویدیو بیشتر دیده میشه توی کامنت‌های مثلا پست اون خواننده مورد نظر، اینقدر فن پیج ریخته، اینقدر قربون صدقش میرن که اصلا اگر نقدی هم بشه اولا که کلی هیت میگیره که طرفو به نفهمی محکوم میکنن، نه تو اینجوری اونجوری، یا خانندش میاد کامنتو پاک میکنه، یا خیلی اتفاقای دیگه میفته که هممون دیدیم که اصلا یه کسی جرئت نمیکنه نقد بکنه توی کامنتا. این یه قضیهشه. ما خواستیم که یه حرکتی انجام داده باشیم ولی نشد. و خوبی این قضیه چی بود؟ که ما خوبی‌ها و بدی‌های آهنگو میگفتیم، اون خواننده یا یکی از نزدیکاش میشنید، میرفت همون قضیه رو اصلاح میکرد توی کارهای بعدیش. حالا از مجید خرات ها بگیر که این قضیه پیش اومده تا شادمهر، یعنی چیز بدی نیست. من به عنوان یه نماینده از طرف شما میومدم، آهنگا رو میشنیدم، خوبی ها و بدی هاشو میگفتم، به نفع خود آرتیست بود در نهایت، که یه ارزش افزوده ای بود برای کارش که خیلی ها مخالفش بودن و خیلی ها نگفته نمونه. خیلی از آرتیست هایی هم که الان داریم ویدیوهاشون رو میذاریم، خودشون واقعا این حد از تواضع برای من خیلی تعجب داشت که خیلی از آرتیست ها میومدن میگفتن که آقا فلانی مستر چک، ما با این قضیه مشکلی نداریم، طرفدارامون من دیدم که مثلا توی کامنت ها شما رو تگ میکنن، من اومدم دیدم که مثلا شما کارت اینه، خوشحال میشم که روی مثلا موزیک های من ریاکشن بری، واسه مسائل کپی رایت و این داستانام این شماره مدیر برنامه‌مه، این آیدی مدیر برنامه‌مه، باهاش هماهنگ کن، من سفارش شما رو کردم، کارا رو اوکی میکنه. ببین این کجا، این سطح از انتقاد پذیری کجا، که خودش آرتیست اومده گفته که آقا این کارو بکن، و اون کجا که پاسکاری میکرد یا میگفتن که ما اصلا این کارو انجام نمیدیم، نمیخوایم ریاکشن داشته باشی به موزیکای ما. خلاصه که من میگم آرتیست مملکت نباید چشمش به این 4-5 دلاری که مثلا ما در میاریم از موزیکش باشه. واقعیتش اینه، چون خیلی کپی رایت که توی ایران کلا معنی نداره. حالا ما توی یوتیوب توی پلتفرم بین‌المللی داریم کار میکنیم و این اهمیت پیدا کرده کپی رایت، وگرنه و خیلی وقتا من اصلا همیشه اگر توی دیسکریپشن نگاه کنی، اگر لینک از اون کار باشه من میذارم توی دیسکریپشن توی توضیحات که مثلا کپی رایتش لحاظ بشه. آقا ما این موزیک مال ما نیست که، موزیک رو میخواین گوش کنیم. من همیشه اول ویدیو هم میگم، اگر از یوتیوب یا سانکلاد یا جای دیگه میشنوم، حتی از تلگرام هم میشنوم، میگم که آقا این لینک تلگرامشو من گذاشتم توی دیسکریپشن، همین ریمیکس چند وقت پیش که گذاشتم لینک تلگرام گذاشتم دیگه، در این حد من دارم هوای اون سازنده رو دارم دیگه، بعد چیکار بکنیم؟ یه پروموت میتونیم بکنیم که اونم داریم انجامش میدیم. ولی خب توی ایران خیلی از سایت ها همین الان شما برو بزن چه میدونم دانلود آهنگ علیرضا تدیسشی، دانلود آهنگ ماکان بند، 100 تا سایت باز میشه که از همشون هم میتونی با بهترین کیفیت آهنگا رو دانلود بکنی. یعنی فقط مثلا ریاکشن مشکل داره، یعنی چشمتون واسه همین ریاکشن یکم داستانه، میگه نه نباید باشه. به نظر من جالب نیست. اون سایت هم کنار آهنگ شما اول یه لینک بالا میارن که استرین تو سایت ما، دوم میگن بزن روی این لینک که دانلود بکنی، میذاری که دانلود بکنی و یه پیج جدید باز میشه، میگه ساعت فلانی اینو بخر اونو بخر، کلی هم تبلیغات بنری بغل اینور اونورش دیده میشه و کلی اون سایت ها زینف دارن میشن.
ولی حالا این که داره یه فرهنگ سازی میکنه این ریاکشنه، اینو باز خیلی از خواننده‌ها مخالفن. دمشون گرم، احترامشون واجبه، برای ما محترمن، حتی اگر استرایک هم زدن برای ما. واسه یه سری از خواننده‌های مثلا رپ فارسی هم باز همین داستان رو ما داریم، یا سبک‌های دیگه حتی. مثلا کیو بگم، خیلی ها گفتن که چرا موزیک جدید تتلو رو نرفتی؟ خب بقیه کانال‌ها چرا نرفتن؟ ما هم به همون دلیل نرفتیم. یا حتی اگر خاطرتون باشه من داشتم ویدیوهای کنسرت تتلو رو ریاکشن می‌رفتم، ویدئویی که مردم گرفتن، مردم با گوشیشون رو در آوردن توی کنسرت ویدیو گرفتن، اون کپی رایت خورد. آخه چرا؟ یکم حس میکنم بی‌انصافیه این دیگه. خب طرفداراش هم میان تهش به ما فوش میدن، نمیگه که آقا آرتیست خودمون نمیخواد که مثلا همچین جریانی باشه. این که دیگه به ویدئویی که مردم گرفتن کپی رایت بزنی خیلیه ها، یعنی اون ساندشو گرفته به موزیکش، اون چیزی که صدایی که پخش شده کپی رایت گرفتن. دمشون گرم. من از طرف یه آرتیست پاپ اسمشو نمیارم، تتلورم واسه این گفتم که خب همه کانالا گفتن، من از تتلو فکر میکنم دو بار استرایک خوردم تا حالا، دیگه از این به بعدم سعی میکنم که نرم، مگر اینکه خودش بیاد بگه که آقا رسمی اعلام بکنه که من مشکلی ندارم با کپی رایت. یه سری از فن پیجاش میگن که نه اون مثلا کمپانی یونیورسال بود که کپی رایت میزد، ولی نه واقعا نه، من چه قبل از همکاری یونیورسال یه دونه استرایک خوردم، یه دونم بعد از کمپانی یونیورسال، یه دونم فکر کنم تو کمپانی یونیورسال. من از تتلو استرایک زیاد خوردم و واقعا نمیدونم. یه سری هم میگفتن که آونگ کپی رایت میزنه، یعنی استرایک میزنه، که آونگ واقعا نه، همچین کاری نکرد، تا حالا نکرده، برای من حداقل، برای چنل من که نکرده. اون بچه‌هایی هم که در جریان هستن باهاشون ارتباط دارم میدونم که آونگ همچین کاری نکرده، و یعنی آونگ موزیکای چه میدونم همین صفت رو ما ازش رفتیم، همین اواخر موزیک چطوری گل توهی رو رفتیم، اصلا انگار نه انگار بابا یه چی میگن کانتنت جدیده که روی یوتیوب فارسی به وجود اومده، به جای اینکه حمایت بکنن همه یه سری ها دارن سنگ میندازن توش. خلاصه که من میخوام بگم اینو، تا نقدی نباشه پیشرفتی هم نیست، دستمال بودن آسونه، همه بگن وای چقدر خوبه این موزیک، چقدر خوب بود، طرفم تو موزیک ببخشید عذر میخوام آروغ هم بزنه، باز یه سری فن پیج نما میرن توی کامنت ها میگن وای چقدر خوب شما آروغ میزنی، سلطان، اسطوره، فلان، بیستار، چه میگم شاهزاده. یه خواننده رو نمیگم، کل خواننده ها رو میگم، برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد. یه قضیه هم هستش که بگم و کم کم ویدیو رو ببندیم، سرتون هم درد گرفت، عذر میخوام درد آوردم سرتون رو. به قول دانیال توی اصلی میگه که من مشکلم با این بنداست که با رانت اومدن بالا تو این چند سال، دشمنی نداریم که با سبکا، و یعنی خودم حال میکنم با فرهاد. این نفرتی که الان از طرف جامعه مثلا تینیجرمون که بیشتر توی رپ و هیپ هاپ سلیقه‌شون پیدا میشه به وجود اومده اینه، ولی متاسفانه تر و خوش با هم میسوزن. یعنی مثلا فلان بند با رانت اومده بالا، شنیده شده تبلیغات فول، و میره کنسرت هم میذاره خیلی هم شیک و مجلسی. دیگه من شنونده، من اگه مثلا سن و سالم کم باشه، یا حتی سن و سالم زیاد، اصلا ربطی به سن و سال نداره، میگم که خب ببین پاپ همش همین جوریه، پاپ همش همین چرت و پرتاس، شعر و وراست، ارزش نداره. ولی نه اینجوری نیست واقعا، ما توی پاپ خیلی یارو داریم هنوز که واقعا کارشون ارزش شنیدن داره، و من دوست دارم اونا رو حداقل بتونم واسه کسایی که نمیشنون بگم آقا توی پاپ همچین کسایی هم هستن. در کل تر و خوش با هم میسوزه، همه خواننده‌ها برای ما محترمن، حتی اونایی که استرایک زدن، حتی اونایی که چشمشون به این چند دلاریه که به ما میرسه، حتی اون عزیزایی که توی اینستاگرام ما رو زدن و لایک کردن. این ویدیو خیلی دلی بود، خواستم حرفامو بگم که قضیه چیه، چون خیلی میبینم که حتی مثلا همین امروز
موین زد آهنگ داد منو تگ کردن، آرش اومدی فکرم دیروز آهنگ دادن منو تگ کردن، ایهام آهنگ داد منو تگ کردن. یعنی من اینستاگرامو باز میکنم همینجوری تگی که میریزه بیرون و خب بده. دارم یه فکرایی میکنم که این قضیه کپی رایتر رو دور بزنیم، حالا اگر عملی شد در جریانتون میذارم بعدم. هدف من فرهنگسازی بود از اول، یه باوری داشتم چون خودم کسی هم که همه چی گوش میدم بسته به مودم. من بهرام و سورنا گوش میدم، به وقتش ساسی هم میشنوم. هر کی بگه نمیشنوه به نظر من دروغ میگه، داره خودش رو گول میزنه. چاوشی رو خیلی قبول دارم توی پاپ، ولی اگه ماکان بند هم چیز خوبی بخونه میشنوم حتما. یا آهنگ داشتن معرفت، فکر میکنم برای 2-3 سال پیش بود، من اون آهنگشون رو دوست دارم و میشنوم گاهی. نمیگم آقا این بد مطلقه، این خوب مطلقه. من از شادمهرم کار ضعیف شنیدم و اعلامم کردم و شادمهر اونقدر جنبه داشته که خودش بپذیره این داستانو. کاش این تعصبه نباشه و در پیش اون نقد پذیریه توی خواننده هامون، توی آرتیست هامون به وجود بیاد که بتونیم همه جوره فعالیت بکنیم. من خودم تعصب خاصی روی خواننده مورد نظری ندارم، یعنی یه خواننده بگم این همه کاراش خوبه این همه کاراش بده، نه تعصب ندارم. دلم میخواد موزیک خوب بشنوم، حالا هر کی هستش، برای مهم نیست کی داره میگه، برای مهم نیست چی میگه، چه حرفی برای گفتن داره. هدفم از اول همین بود و همینم هنوز هست. سعی میکنم که یه کاری کنم که شمایی که حالا حتی کم بگو 10 نفر منو دنبال میکنن، تعصبتون رو بذارین کنار و موزیک خوب بشنوین. و یعنی میشد خیلی کارا کرد که چنل یوتیوب هم بیشتر روش بکنه، ویوهای بیشتری داشته باشه، همکاریهای بیشتری داشته باشیم، ولی خب من روی این بخش ماجرا اومدم زوم کردم و یه هدفی داشتم پشتش. حالا امیدوارم که اون هدف دیر یا زود 100% بهش برسم. حالا یه مقداری بهش رسیدم، یه مقداری این فرهنگسازی ایجاد شده، اما خب هنوز تازه اول راهیم، این هنوز جون نگرفته این قضیه. امیدوارم که هرچی میریم جلوتر این فرهنگی بیشتر جا بیفته. دمتون گرم، خیلی حرف زدم، ویدیو کاملا دلی بود، ولی لازم دونستم که یه ویدیو این شکلی داشته باشیم که همه ابهاما برطرف شه. خیلی چکریم. نظر خودتون رو بنویسین راجع به کل این قضایایی که گفتیم و اگرم توی ریاکشن ها با کسی آشنا شدین، با خواننده‌ای که قبلا گوش نمیدادین و الان مثلا میشنوینش و حال میکنید باهاش، بگین. من توی چند تا از کامنت ها خوندم توی این حالا چند ماهی که مثلا خیلی سینا پارسیان رو نمیشناختن و وقتی مثلا ریاکشن هاشو دیدن باش آشنا شدن. خیلی ها مثلا بردیا رو نمیشناختن اما وقتی مثلا چیز شد باش آشنا شدن. یا خیلی های دیگه که تبلیغات نکردن اما کارشون قدر بوده، استعداد شنیده شدن داشته و همین. دمتون گرم، هر چی داریم از شماست. امیدواریم که بتونیم چیزی بسازیم که لایقه چشما و گوشای شما باشه. دمتون گرم، سابسکرایب کنید، زنگوله فکرانش حتما فعال بکنید و نظرتون رو میخونم توی کامنت ها. مرسی. مستر چک داداش به مرتضی تو بگو بعد خدا داشته باشی، به مرتضی علی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مالا ولت نمی کنم. تو داشی نهی تایتون گم. آی انار انار بیا به بالینم شبنم گو